برای درک بهتر اونچه که در صحنه قیام و انقلاب دموکراتیک میگذره، باید با کسانی همراه شد که در کف خیابان و در صحنه های مختلف قیام حضور دارند. ساعتی پیش تماسی داشتیم با اشکان، یکی از کانونهای شورشی از کرج. از اشکان پرسیدم که در این قیام سراسری که جریان داره، رژیم آخوندی علاوه بر سرکوب در خیابان چه تلاش های دیگه برای مقابله با قیام انجام داده؟ پاسخ اشکان رو بشنوید. متاسفانه این رژیم فاسد به خاطر که خودش رو تبرئه کنه و قیام رو بخوابونه، اول چیکار کرد؟ اینترنت رو از مردم گرفت. اینترنت که فضای اجتماعی مردم میتونن اطلاع رسانی کنن، مشکلات همو ابراز کنن و به کمک هم بیان اینترنت رو گرفت و پشمندش توی تلویزیونش هر روز به یک نقشی تلویزیون رادیو دروغ به مردم میگن که ما این قیام رو خوابوندیم، که ما این قیام تموم شد. الان هم نقش دولت همینه، به خاطر که محکومه، به خاطر که میدونه محکوم میشه، یک جوری میخواد این قیام رو بخوابونه و هر روز دروغ 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 به مردم، به مردم هر جوری شده دروغش رو افکار میکنه میگه. و خواهشم از مردم اینه که گول این رژیم فاسد رو نخورن. این رژیم فاسد تموم شدنیه، هممون هم میدونیم. به خاطر این داره زور آخرش رو میزنه که یک جوری این پایه فاسد، این پایه پوسیده رو سرپا نگه داره. بعد از این توضیحات از اشکان در رابطه با توطئه‌هایی که رژیم آخوندی برای مقابله با قیام انجام میده و در نقطه مقابلش واکنش مردم سوال کردم که پاسخ خیلی جالبی داد. بله، من که شاطرم، چرا مردم میگن کار رژیمه؟ چون واقعا هم کار رژیمه، به خاطر اینکه اینا هر طوری میخوان این آتیش رو خاموش کنن، میخوان پا رو احساسات مردم ایران بذارن و اینکه یک جوری این قیام رو خاموش کنن. و مردم خیلی باهوشن، هیچ موقع گول اینا رو نمیخورن. اینا بچه کشن، براشون مهم نیست که این آتیش بزرگ رو به پا کردن به خاطری که مردم رو آروم کنن که بتونن یه چند سوایی، یه سه چهار ماهی، پنج شیش ماهی دوباره این قیام رو بخوابونن، یک نفس تازه بگیرن. و اینکه من از طرف تمام قیام آفرینا اعلام میکنم ما به راهمون ادامه میدیم، راهمونم کاملا درسته. این سلامی که میاد هر روز اعلام میکنه یک دروغ میگه چرا جوانان میان بیرون، چرا این کارا رو میکنن، شما که ریگی تو کفشت نیست چرا التماس میکنی؟ پیر خرف، کسی که ریگی تو کفشش باشه همه کار میکنه که یک جور این آتش خاموش کنه، جون خودش نجات بده، که همه چی یادشون میره چه بلاهایی سر ما جوانا آوردن، نسل ماها رو. ما دهه 70، دهه 80، دهه 90 فرقی نداره، هر دهه‌ای تو این 44-5 سال، 3-4 سال به هر نحوی شده ما رو سوزوندن. بله، صحبت‌های اشکان به عنوان یک جوان کانون شورشی به قدری تاثیرگذار، به قدری عمیق هست که آدم نمیتونه واقعا پنهان کنه احساس واقعیش رو از شنیدن این حرف ها. اما در ادامه از اشکان پرسیدم که با این اوصاف تو قیام رو چطور میبینی و چه آینده‌ای برای این قیام متصوره. جواب اشکان که در صحنه‌های رزم و نبرد این قیام شرکت داره قطعا شنیدنیه. با هم بشنویم. بنده از نظر من قیام رو به این شکل میبینم که تموم شده، این رژیم فاسد کلن کارش تمومه دیگه، هنوش رنگی نداره. و از نظر من
85% 90% راه رو پیش رفتیم و اینکه خودمون بخوایم، ما این همه شهید دادیم، نباید کم بیاریم، نباید کوتا بیاییم، نباید گول افکار فاسد این رژیم رو بخوریم که هر روز به یک شکلی یک ساعت به یک ساعت در رادیو در تلویزیون حرفای خودشونو میزنن که ما جوانا رو فرق نداره جنسیتمون چی باشه، تمام دخترای این سرزمین خواهرای منن، فرقی ندارن، تمام پسرای این سرزمین برادران منن، ما نباید گول اینا رو بخوریم، این همه شهید دادیم، این همه برادر خواهرای ما زیر دست این رژیم فاسد داره شکنجه میشه، یعنی باید اینا رو یادمون داره. و این که خلاصه شو بگم، از نظر من این رژیم کارش تمومه، این قیام رو خیلی شفاف میبینم، این که فقط یک مقدار همت کنیم خودمون. به قول برادر مسعود، پیام برادر مسعود که گفته الان موقع اذان نیست، موقع خش هست، لطفاً این نکتای ریز رو در نظر داشته باشین، واقعا الان موقع اذان نیست، پایشان همگی با هم به پا خیزیم. بله، با توجه به تلاش های رژیم برای متوقف کردن قیام در دانشگاه ها و مدارس، از اشکان در رابطه با اهمیت حضور دانشجویان و دانش آموزان در قیام پرسیدم و اینکه اون چه خودش در صحنه دیده رو برای ما بازگو کنه، که در جواب این سوال هم به نکات جالبی اشاره کرد. دانش آموزان در این زمینه نقش بسیار قوی دارن. به خاطر چی؟ ما جوانای شورشی وقتی که اومدیم در خیابونا، رژیم رو اعلام کرد اینا اراذل و اوباشن. اولا من از طرف تمام بچه های قیام آفرین اعلام میکنم، این اجازه رو به بنده میدن و من اعلام میکنم اراذل روبا شما این. به خاطر این دانش آموزان دانشگاه اومدن قیام کردن که آقا دیگه این دانشجو که دیگه آرزوی موفقیت داره، میخواد پیشرفت کنه، که دیگه نمیاد کاری بکنه که فردا نتونه در دانشگاه بره فلان، به دنبال زندان نیست که، کسی که این همه میاد زحمت میکشه برای تحصیلش، برای آیندهش. و اینکه دانش آموزان دانشجویان اومدن با این کارشون دو دستی زدن تو دهن این رژیم فاسد، که نه، اینهایی که میان در کف خیابون حقشون رو میخوان اراذل روباش نیستن، جوانایی هن که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن، چون همه چیشون رو شما رژیم فاسد گرفتین،